این تحریم ها تأثیر اساسی در اقتصاد ما نداره. اولا حد اکثر 17% نفت ما رو کشورهای اروپایی، عمدتا اسپانیا، ایتالیا، یونان، فرانسه میخرن. اونا هم غرق در مشکلاتشون هستن. 1000 میلیارد بدهی، 1000 میلیارد دلار، 1400 میلیارد یورو بعضی از این کشورها گرفتارن، غرق در گرفتاری های خودشونن. مطمئنن با این کار بر مشکلاتشون افزوده میشه. همین الان هر بشکه نفت شده 110 دلار، بیشتر و بیشتر هم خواهد شد. قبل از اینکه شما ما رو تحریم کنید، شما خودتون رو تحریم کردید، بر مشکلات شما افزوده. ما مشتری داریم الحمدلله، نفت ما به حمدالله مشتری داره، مشتریهای مستقلی که به طور وصف ناپذیر از نفت ما استقبال کردن و ملتمسانه میگن به ما بفروشید. پس بنابراین اتحادیه اروپا با طناب پوسیده امریکا به چاه رفت و خودش رو بدبخت کرد. اون چه در این قصه بسیار خنده داره بازیگری عربستانه. گفته ما نیازهای نفتی شما را تأمین می... اولا شما عرضه این کار رو ندارید، ثانیا ملت‌های بیدار شده منطقه شما را به روز سیاه می نشانند. در سخنرانی اخیرش فضولی‌های زیادی کرده. از جمله این فضولی‌هاش اینه که گفته ما ایران را منزوی کردیم و مطمئن باشید جلوی اتمی شدن ایران را خواهیم گرفت. جوابش اینه شما منزوی شدید، چرا فرار به جلو میکنید؟ 4 تا نوکر حلقه به گوش شما در منطقه در 1 سال سرنگون شدن. شما منزوی شدید یا ما؟ جنبش 99% ها علیه شما به روز سیاه نشونده شما را، چرا دروغ میگید؟ ثانیاً میگه نخواهیم گذاشت ایران اتمی بشه. به کوری چشم شما ایران اتمی شد. نمیتونیم از مسئله انتخابات، این مسئله بسیار مهمی که دشمن زوم کرده روش، دشمنان بیرونی، دشمنان داخلی، ضد انقلاب دارن ملتمسانه میگن مردم نیایید. و به یاری خداوند من از این مردم میبینن به کوری چشم اونها میان و با شکوه تر از گذشته هم میان.